سلام، ببخشید میتونم با آقای فرهانی صحبت کنم؟ مگه ایشون مدیر شعبه نیستن؟ کی رفتن؟ خب من میتونم شمارهشون رو از شما بگیرم؟ من یکی از آشنایی نزدیکشون هستم. آقای شاکری سلام، خوب هستین؟ فرجام هستم. بله ببخشید مزاحمتون شدم. برای پیگیری اون وامی که فرموده بودین زنگ زدم. من خودم با شماره مستقیمشون صحبت کردم. چطور ممکنه مدیر کل موافقت کنه وقت شما میگی؟ بله خیر، همین دو هفته پیش. دهقان سلام، چه خبر؟ دهقان بیتارا پرف میزنم، من یه مشکلی دارم. آه باشه، نه باشه، میفهمم میفهمم بابا، میفهمم، قربانت، خدا. ارشیا جان خیلی گیرم، کارخونه به مشکل خورده. گفتم اگه بتونی هر جوری که شده برای خرید مواد اولیه. میدونم شرایط تو هم خوب نیست. گفتم شاید کسی بشناسی بتونه کمکم کنه. باشه پس خبرم کن. قربونت برم. قربونت، خدا. سلام. سلام میراش خان، از این طرف ها؟ منشی گفت اینجا هستیم، برای عطیه خانم دارو آوردن، جدیدترین دواهای آلزایمر. یه هفته است اومده بازار. از سال 1906 که دکتر آلزایمر این بیماری رو پیدا کرد تا الان داروهای مختلفی رو آزمایش میکنن. هنوز درمان قطعی براش پیدا نشده، ولی این داروها میتونه جلوی پیشرفت بیماری رو بگیره. اطلاعات پزشکی رفته بالا؟ این به خاطر ارادت هم به پزشکاست. پس این محبت بیدری هم به همین خاطره، نه به خاطر مادرزن. باید با هم حرف بزنیم. گوش میکنم. من همیشه بهت احترام گذاشتم، چه موقعی که شریک پدرم بودی، چه موقعی که پدرزنم شدی، چه حالا. همیشه برام الگو بودی. وقتی هم پدرم رفت دلم خوش بود که تو هست. خب منم همیشه تو رو مثل پسرم میدونستم. واقعا؟ تو فکر میکنی عاطفه همون دختر کوچولوی دبیرستانیه که هرچی بابایی میگه گوش میکنه؟ اون برای خودش یه دکتره، برای زندگیش یه آشتی کردن با تو از من اجازه نمیگی. تو چرا فکر میکنی من دلم میخواد دختر یکی یه دونم تنها باشه؟ اگه نمیشناختمت میگفتم همه زجر دنیا رو تحمل میکنی که من و عاطفه به هم برگردیم، ولی الان مطمئن شدم که حتی یه قدم هم بر نداشتم. آخه چرا؟ چون تو از اولم با این وصلت مشکل داشتی. الانم حاضری عاطفه با یه نفر دیگه وصلت کنه تا با من آشتی. این چه حرفیه؟ تو داری اشتباه میکنی. بهم ثابت کن. خودت خوب میدونی من آدم حالویی نیستم آقای فرجام. تا وقتی خوبم خیلی خوبم، ولی وقتی بد بشم هیچ کس جلو دارم نیست. خیلی خوب. قول میدم که باهاش حرف بزن. آقای فرجام. گفتم که قول میدم. امیدوارم این دفعه راست بگید آقای فرجام. برگشتی؟ مگه نگفتی بیرون کار داری؟ زود اومدنم ناراحتتون میکنه؟ معلومه که نه. کارخونه ورشکسته، به جایی که کارش کمتر بشه هر روز بیشتر میشه. ایرج اینجا چی کار داشت؟ آمده بود دیدن من. تازگی ها چه مهربون شده.
چه اشکالی داره؟ ما با هم فامیل هستیم. ما فامیل بودیم، یادتون که نرفته؟ نه یادم نرفته، ولی تو هم یادت باشه اون پسر صمیمی‌ترین دوست و شریک من. منم دعوتش نکرده بود، آمده بود برای مادرت قرص آورده بود. آخه در قبالش چی میخواست؟ محمد، شما نه به عنوان مدیر کارخونه نه به عنوان پسر من حق نداری منو بازخواست بکنی، مفهومه؟ بله. زمان من برای دیدن آدم از کسی اجازه نمیدم، اینو یادت باشه. خب برای کارخونه چه کار کردی؟ آقای فرجام، هنوز مهلت من تموم نشده، قرار نیست چون پدرمی ازم گزارش کار روزانه بگیری. ببین محمد، مهم نیست بابا، گفتگوی خوبی بود، فکر کنم واسه امروزم بسه. روز بخیر. مامان عطیه، باید بریم، نهار حاضره. سلام خانم، خوب شد اومدین، تصدقتون بشم، یه تاکسی میخوام، یه تاکسی، باید برم خونمون. شوهرم، یه تاکسی میخوام، شوهرم الان. آرومتون برم، چیزی نشده که، آروم باشی. چجوری آروم باشم؟ اصلا شما برای چی من اینجا به زور نگه داشتید؟ شما چی از جون من میخوام؟ سلام دکتر، مزاحم امشگی. من اون روز رسم ساعت 3 اومدم مت اولی شما تشریف آورده بودید. مشکا، من باید برم الان. شما همیشه در حال رفتنی خانم دکتر، اشکال اینجاست که نمیگی که برمیگردی. چرا متوجه نیستی؟ من دیگه حوصله شنیدن مزخرفات تو رو ندارم. خانم جون با شما. شما چرا نمیفهمید؟ من باید برم خونمون. خانم تو رو خدا یه تاکسی برام بگیرین. دختر مامان جان، دختر رو تو بیرمان بای میلو خودی خدایی که به دادم برسه میبردشون. یه تاکسی بگیم بیا. شما با تیمسار مرزبان نسبتی دارید؟ داشتم، تا وقتی زنده بود همسرم بود. علت مسافرتتون؟ من همینجا به دنیا اومدم، فکر نمی کنم برای برگشتن دلیلی لازم باشه. چرا؟ مطمئنم بدون وجود داره. دیدن دوست آشنا، فروش مستقلات، زیارت، تفریح. ببینید سرکار، از بستگان من کسی اینجا نیست. تو این سالا همه یا مردن یا مهاجرت کردن، مستقلات آنچنانی هم ندارم که به تمعش بخوام برگردم. سنم هم به من اجازه تفریح نمیده. اگه میدونستم به خاطر شوهر مردن باید اینقدر مکافات بکشم، اصلا بر نمیگشتم. عجله نکنید خانم مرزبان، دیروز یکی از چمدانهای شما گم شده بود و شما هیچ گونه گزارشی و یا درخواستی برای پیدا کردنش ندادید. یعنی ما الان داریم به خاطر چمدون؟ و یک مسئله دیگه، توی چمدان شما مقدار زیاد قرصهای مسکن پیدا شده. مسکن خیلی قوی یه نوع ماده مخدر محسوب میشه خانم مرزبان. متوجه منظورم شد؟ چرا باید بعد این همه سال با این همه قرص برگردید ایران؟ این قرص ها مال کیه؟ همراهتون آقای پولاد؟ نه اون اصلا خبر نداره. سمال من آقا، من معتاد نیستم، مریضم. تحمل مریضی و پیری تو غربت خیلی سخته. بدشتم که تو مملکت خودم بمیرم. به خونه تکونی افتادی؟ دو ماهی بود که میخواستم تمیزشون کنم، حسابی گرد گرفتم.
صبح نرفتین کارخونه؟ صبح کار نداشتم. بعد فکر کردم که شیفتم از ظهر شروع میشه، بهتره نرم. کمک نمیخوای؟ اگه واقعا داوطلبین چرا نه؟ بی زحمت شما گردگیری کنیم، من براتون کتابا رو میارم. صبح یاد قدیمه افتاده بودیم بابا. زمان زود میگذره، خیلی زودتر از اون که فکرشو میکنیم. چه دوران خوشی داشتیم. زود گذشت. عاطفه، من خیلی نگران مادرت هستم. نگرانی شما مریضی مامانو بهتر نمیکنه، فقط ممکنه خودتون رو مریض کنه. خواهیم باز قلبتون درد بگیره، دختر گلتون قصه دار بشه؟ نه قصه نخور، تا وقتی دختر دکترم هست خیالم از بابت خودم راحت. دیروز ایرج آمده بود کارخونه. دستمالتون خوش شده، برم خیسش. نمیخواد. پس براتون چای سبز میارم. برای چربی خونتون خوبه. عاطفه بله، چای سبزم نمیخوام. گوشت به منه؟ بله. گفتم ایرج اومده بود کارخونه، ازش خبر داری؟ باید داشته باشم؟ به هر حال. بهتون چی گفت بابا؟ ببین عاطفه جان، بابا ما قبلا راجع به این موضوع صحبت کردیم، نمیخوام ناراحتتون کنم، ولی اینکه یادتون رفته من خودم اصرار به شروع اون زندگی داشتم، برای همینم تا آخرین لحظه که توان داشتم برای نگه داشتنش جنگیدم. نمیخوام بگم ایرج آدم بدیه، شاید من بدم، ولی هرچی بوده گذشته. قصه من و ایرج دیگه تموم شده، نمیخوام بهش فکر کنم، حتی راجبش حرف بزنم. آخرش چی؟ من و مادرت که تا ابد زنده نیستی. محمد مرده، گریم خودش رو از آب میکشه بیرون، ولی تو چی؟ میخوایی تا آخر عمرت تک و تنها تو اون بیمارستان با اون مریض آب؟ بابا این کارمه، دوستش دارم، براش خیلی زحمت کشیدم، سالها درس خوندم. شما نمیدونین چقدر احساس خوبیه وقتی یه مریض رو میبینی که حالش خوب شده، داره مرخص میشه، میاد ازت خداحافظی کنه. اون حس قدردانی تو نگاهش، تو چشاش، این که فکر کنی به عنوان یه آدم واسه آدمای دیگه یه کاری کردی، براشون مفید بودی، یه خانواده رو خوشحال کردی. پس خودت چی؟ یعنی همه زندگی همینه؟ نمیخوای دیگه هیچ وقت خانواده داشته باشی؟ اون حس قدردانی رو نمیخوای در نگاه شوهر و بچه‌هات ببینی؟ مگه من گفتم تا آخر عمرم نمیخوام ازدواج کنم؟ من فقط زخمیم بابا، احتیاج به زمان دارم پنکه یه چیزایی حل بشه. ایرج پشیمانه، میخواد کارهای گذشته رو جبران کنه. فکر میکنی برای چی میگرده از اونور دنیا آخرین دواها رو برای مادرت سفارش میده؟ شما چقدر ساده این. اون دنبال انتقامه، نه آشتی. حرفمو باور کن عاطفه، اون هنوز دوست داره. تعجب میکنم توی این مدت هنوز ایرج رو نشناختیم بابا، توی این همه مدت. برداریم بابا، برداریم. الو؟ بله بله خودم هستم. کجا؟ من الان میام اونجا. چیزی شده؟ من میرم بیرون، زود برمیگردم. آخه من تا نیم ساعت دیگه باید برم بیمارستان. اگر دیر کردم به محمد خبر بده. محمد برای چی؟ مگه چی شده بابا؟ کجا داریم میریم؟ منتظرتم، بودو بیا. تو دیوونه ای الان؟ آره دیگه، 10 روزه میریم برمیگردیم، میگن الان بهترین فصل دوباره. چی داری میگی تو ایرج؟ تولد محمد مثلا،
اومدم به مامانم کمک کنم، بعدم نمیدونم فامیلا و مهمونا رو ول کنم. میتونم؟ بلیط داریم همین امشب. زشته عزیز من، نمیشه. مردم بهشون بر میخوره، بعدم از همه مهمتر خود محمد گونا داره، ناراحت میشه. با این مردم رو درواسی داره بابا جان. این دفعه هم به حرف من گوش کن. بیا به خاطر خودمون زندگی کنیم، ول کن مردمو. حال که من هنوز هیچ کاری نکردم، نه چمدون بستیم، نه شوهرتو دست کم گرفتی، چمدونا بسته شده عقب ماشینه. خب بازم به هر حال من که نمیتونم بیام، میتونم کارمو ول کنم. فردا باید برم بیمارستان ایرج. بازم که شوهرتو دست کم گرفتی. دو هفته مرخصی برای سرکار خانم دکتر عاطفه فرجام دیگه. ایرج تو عاطفه جون، مامان میخوام شام بکشم، بیا کمک عزیزم. الان میام. ایرج پسرم چرا نمیای تو؟ همه منتظرن. خدمتتون هستم. تو باز رفتی بیمارستان؟ باز رفتی سر خود تقاضای مرخصی کردی برام؟ چند دفعه ازت خواهش کردم این کارو نکنی رج؟ چند بار؟ این دفعه به چه بهونه ای؟ این چه حرفی عاطفه؟ من فقط میخواستم خوشحالت کنم، میخواستم غافلگیر بشی، بقیهش چه اهمیتی داره؟ من دارم اونجا کار میکنم ایرج، میفهمی؟ دبستان که نیست هر دقیقه ولیم بیاد. مردم چی راشه به من فکر میکنن؟ فکر میکنن یه شوهری داری که دیوونته و حاضر هر کاری برات بکنه. چیه میترسی بهت حسودی کنن؟ قیافتون شکلی نکن عاطفه. بارو مانتوتو بپوش بیا، نمیخواد خدافیزی کنی، 3 ساعت طول میکشه. از اونجا بهشون زنگ میزنیم، نیم ساعت دیگه باید فرودگاه باشیم عاطفه. جون این از قبول. قبول؟ قبول؟ قبول. نیومد. شما که چیزی رو از من پنهون نکردی. چطور؟ درباره بابا بزرگ. اون که کاری نکرده بوده، چرا برای اون ما رو خواستن؟ اون تیمسار ارتش شاه بود بولا جان. انتظار داشتی برامون دست گل بفرستن؟ عجب سفر خوبی شد، همونطوری که گفته بودی. اومدی میرقلی؟ این پولاده، نوه من، پسر بهرام. سلام خانم، چقدر عوض شدین، اصلا نشناختم اتون. چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ چیز خاصی نبود، نگران نباشی. فقط یه تعهد خواستم. شما حالتون خوبه؟ خوبم. تو چی؟ خودت، عطیه؟ شکر. بچه ها چی؟ خوبن؟ خوبن شکر خدا. برای خودشون کسی شده، دکتر، مهندس. واقعا؟ بله، باید ببینینشون. معلومه براشون خیلی زحمت کشیدی. خدا شاهده هر کاری از دستم بر اومده فروگذار نکرد. سیگار؟ من نفسم به زور میکشم جوان، چه برسه به سیگار. تو هم نکش پولا جان، نفسم تنگی میکنه. من همیشه جویای حالتون از مرحوم تیمسار بودم، سعادت نداشتم صداتونو بشنم. تیمسار همیشه فاصله بین کار و خانوادش رو حفظ میکرد. شما تعریف کنید پولاد خان، مشغول چه کاری هستی؟ هیچ. بله؟ پولاد عکاسه، عکاس حرفه‌ای. به سلامتی. از این کارا پولی هم در میاد؟
اگه کار کنی. بله. ما رو تا هتل میرسونی میرقلی؟ قدم رنجه نمی کنید کل به خرابه ما؟ نه، خستم، میخوام استراحت کنم. هر جور شما بفرمایید. مامان عطیه، برنجش همون جور درست کردم که دوست داری، نرم نرم. دستت درد نکنه دختر گلم. مامانی من میشناسی؟ تو رو؟ خب معلومه، مگه میشه نشناسمت؟ خب اگه گفتی اسمم چیه؟ اسمت؟ اسمت؟ شناسنامت معلوم نیست، نمیدونم. میشه یه ذره نوشابه برام بریزی؟ نوشابه برات خوب نیست قربونت برم، پوکی استخوان میاره. یکم دوغ بخور. باش. خیلی ممنون. بازم میبینم اتون؟ حتما. باید تشریف بیارید منزل ما. پولاد جان، چمدون از تو صندوق در بیار، چند لحظه صبر کن تا من پیاده شم. باهات حرف زدم. در خدمتم خانم. نمیای مادر بزرگ؟ فردا بعد از ظهر بیا هتل. فقط باید یه جوری سر پولادو گرم کنی. میخوام خصوصی باهات صحبت کنم. سعی خودمو میکنم. تا فردا ساعت 3 منتظرم. مثل اینکه ما نوکر پدرش صحبت میکنه. دیرم شد. تو برو، من خودم رو میرسونم. آخه نمیشه تنهاش بذارم. تو راه بیفت، من تا 10 دقیقه دیگه خونم. خیلی خوب، پس عجله نکنید، با احتیاط بیاین. نگران من نباش. تو برو دوستا، درس مدرسه میفته. خداحافظ. خداحافظ. برای محمد شیر گرم کردم، الان سر میره. غذا تو بخور مامانی، محمد خونه نیست. چرا؟ بالا خوابیده. بچه‌م شیر گرم خیلی دوست داره. خیالتون راحت باشه قربونتون برم، زیرشو خاموش کردم. سر نرفت؟ نه سر نرفت. غذاتونو بخورین دیگه مامانی، سرد میشه. با من کار داشتین؟ عاطفه میگفت فردا بعد از ظهر باید با هم یه جایی بریم. کجا؟ برای چه فرقی میکنه؟ تو فقط با من بیا. در مورد کارخونه است؟ کارخونه؟ راهی برای نگه داشتنش پیدا کردین؟ ربطی به کارخونه نداره. آخه من نباید بدونم کجا داریم میریم؟
بابا من واقعا نمیفهمم، کارخونه هزار تا کار سرم ریخته، آخه ما اینجا چی کار داریم؟ انقدر به من قول نزن، به اندازه چای خوردن وقتتون میگیره. سلام خانم تیمسر. سلام پولاد خان. معرفی میکنم، پسرم محمد فرجام. سلام. جوان ها حوصله‌شون از حرفای ما سر میره. بله منم موافقم. محمد چطوره شما برین با پولاد جان بشینین یه جای دیگه و یکم اختلاط کنین؟ چه فکر خوبی، اینجوری میتونیم بیشتر با هم آشنا بشیم. نمیدونستم پسر داری، جوان برازنده ایه، شبیه خودت. نه شبیه تر از پولاد به بهرام. تیمسار چیزی به هم نگفته بود، تبریک میگم. پس بالاخره بله خدا رو شکر. فکر میکنم دعاهای عطیه مستجاب شد. شما تازه اومدین ایران؟ یکی دو روزه. مدت زیادی اینجا نبودیم؟ حدود 30 سال. چقدر؟ 30 سال. چجوری تحمل کردین؟ تحمل؟ نمیدونم، تحملی نبود. تصادف کردین؟ من؟ تو از کجا میدونی؟ دستتو. نه این مال تصادف نیست. سیگار میکشی؟ نه. سیگاری نیستی؟ نه. فکر نکنم اینجا هم بشه سیگار کشی. همه جا همینه. بریم بیرون. محمد تو اتاق باشه؟ نه هنوز نیومده. شمارشو بگیر. زود باش. معلوم از چی میگی؟ خانم خودتون رو کنترل کنید. چیه؟ میترسی پسشون بگیرم؟ نمیخوام منت سرت بذارم، اما تیمسار خیلی به گردنت حق داشت، ولی تو همون یک کارم که به عهدت گذاشته بود نتونستی درست انجامش بدی. خانم مرزبان ظاهرن سوء تفاهم میشده. سوء تفاهم؟ نمیدونی این همه سال تو غربت چی کشیدم، فقط فکر برگشتن بودم و امیدم به تو بود. الانم میدونم که داری دروغ میگی. بیلیاقت، اگه پیش تو نبودن چرا سالی چند بار به تیمسار زنگ میزدی؟ هر بار ازش میپرسیدم میگفت تازه از تو خبر گرفته، میگفت این تلفونا به همین خاطره، میگفت ترتیب همه چیزو داده. مرگم هیچی نگفت. شما حالتون خوبه؟ حتی به منم نگفت. بگم براتون یه لیوان آب بیارم؟ وای خدایا، اون دنیا جواب بهرامو چی بدم؟